دوستای بینایت عزیزم، شفیع یار هستم. بعد از عرض سلام شما را یک بار دیگه با مشاهده برنامه امروز خود که 2 مارچ سال 2014 میلادی است خوش آمد میگم. برنامه ما هر هفته یک برنامه جنجالی دیگه می باشه. خوش نیستم که ما برنامه جنجالی داشته باشم، اما واقعیت های مملکت ما، درد و بیچارگی مردم ما، امی مخمسه که مملکت ما در او قرار داره، امی تبایی که در مملکت ما آمده و امی وحشیایی که مملکت ما را میدوزن و امی نوکرایی که وطن ما را میفروشن، این ما را مجبور میسازه که برنامه جنجالی باشه. ما خوش دارم که برنامه خوش کل شما بیایه، اما ما برای ازی که شما خوش شوین یا خفه شوین برنامه نمی سازم. اونمو یک شعر بیدل ما یک دفعه خواندم که میگه ما را چه سیل خاک بسر کردن است و بس، تا آن زمان که دست به دریا نمی رسد. ما یک مقصد دارم، ما در راه خود روان هستم، ما برای نجات یک مردم که امرایشان با ازارها فغان دوخته شدیم در ای راه استاده هستم، ما برای نجات یک توده عظیم از هموطنهای خود می جنگم. بنان اگر شما خوش شوین، با وجود که ما یکم خوش میشم، اما مرا انرژی نمیته و اگر قهر شوین از ما هیچ چیز نمیکاهه. ما دیگه از اون مرحله که قهر و خوشی شما سر ما تاثیر کنه عبور کردیم، گذشتیم. ما به یک دریا میمانم که میره، اگر ازش یک سطلو میگیری بگیر، اگر دش آشغال مندازی پرتو، هر چی که میکنی بکو، مگر ما در راه خود روان هستم و ما امیدوار هستم که ظرف چند سال دیگه ما بتانیم مملکت خود از پایین تغییر بتیم. یک تعداد که امروز در رقابت ریاست جمهوری است کسایی است که از بالا میخواین تغییر بتن، اما مملکت ما اینقدر در کثافت فرو رفته که از بالا دیگه هیچ کس تغییر داده نمیتانش، باید از پایین تغییر بتیمش. یک کلا باید چراغ روشن بکنیم، پیش هر پای باید یک چراغ روشن بکنیم. دست هم دیگر را گرفته از ایجا وطن خود بیرو بکشیم. سر از این هفته ما برنامه خود سه سمه کنم در فیسبوک، یعنی برنامه این برنامه 151 است. این برنامه در یوتیوب، در تلویزیون و در فیسبوک یک بار یک لخت میاید، اما باز دفعه دوم میره در فیسبوک در سه توتا 151 A 151 B 151 C میسازم تا که شما بتانین در افغانستان ایره شریک بمانین و وا بتانه که در مو انترنت که سلوس بتانن ببینن. لطفا ایره در فیسبوک هایتان بسیار زیاد شریک کنین و اینی فیسبوک ما است. اگر نوزم رایم نیستین کت یک جای شوید. برنامه امروز ما به نام نابغه ها است، نابغه های افغانستان. ما و شما با همه بیچارگی، اما انگفت از نابغه ها را در مملکت خود داریم. یک تعداد از اینا توسط خارجی ها کشف شده و یک تعداد دیگه شنوز هیچ کشف نشده. از کسایی که کشف شده بود دفعه اول یک آقای بود به نام نابغه شرق. اینا به نام نابغه شرق توسط روسا با ما و شما معرفی شدن یا کشف شدن توسط از اونا و با ما معرفی شدن. ای آقا آل عیف که نیست، اگر نیمه یقین دارم که در این حرکت هایی که امروز موجود است اینا متمی می بودن آجی صاحب ترکی و آجی صاحب ترکی بیاین که امیر امروز برش بتیم چون اتمی آجی می بود. آجی صاحب ترکی در می ظرف یک سال یک 20 از آن نفر اما تو از دم تیغ تیر کرد. چقدر لست برآمد و کسایی که گم شد بدون لست اونا علایده بودن که با مراتب زیادتر بود، ولی حال آقای ترکی نیستن. از کسایی که زنده است و هنوز کشف نشده یک شینی آقاست. ببینین که چی یک نابغه است. دوش الله محمد نظارت میکنه دنیا را، 6 4 4 امام حسن امام حسین، 6 2 8 میشه از جنت، 6 همسایه افغانستان، امریکا و روس چیز در ظاهر در باطن الله محمد است. در این مملکت ما هم این نابغه ها، خود نابغه یعنی که بسیار هوشیار، یا فهمیدن که والا بیادر در این مملکت
این امیال مردم هم یگانه چیزی که برش پیسه میتن و همی بالا سر میشانن تا نام هم داره و نان هم داره و نشان هم هر رقم میتونی، اینمی اسلام است. بیا آدمی چنگه و هوشیاریت و نابغه‌گریت ده اینمی استفاده کو صاحب هر چیز میشی. اینا یک آقای دیگه به نام صدیق افغان بود، یا خود نابغه اعلان کرد یا اعلان شد یا هرچی که بود. اینا ببینن که ای خودش در یک کنفرانس معرفی میکنه با مردم که ما توسط امریکایا فرمولای جذر مکعب ما شناخته شد 20 سال پیش یا 30 سال پیش یا چقدر، و ما یگانه فیلسوف زنده دنیا هستم. سعی کنین اینا را. در این کنفرانس دانشمندان اکادمی علوم افغانستان در رابطه با شخصیت صدیق افغان، کارنامه ها، آثار و خدماتی که برای افتخار آفرینی به افغانستان انجام داده است توضیح دادند. بعدن صدیق افغان افتخار فیلسوف شدنش را به تمام مردم افغانستان نسبت داده گفت: 43 سال قبل امریکا فرمول جذر مکعب مرا به رسمیت شناخت و اکنون دنیا مرا به حیث یگانه فیلسوف زنده دنیا شناختند. اینال یک فیلسوفی که میگه فرمولای جذر مکعب ما توسط امریکا به رسمیت شناخته شد، اول خودش یک ذره چالاکی است. نمیگه که توسط یک انجمن علمی یا یک یونیورسیتی یا فلان و فلان، میگه توسط امریکا، که یعنی به این رقم خود مهمتر نشان بده. ولی به هر حال یعنی یک آدمی که فرمولای جذر مکعب میگه، نه که یک ماتماتیشن است یا یک ریاضیدان است، یعنی توقع داری که یک کار کنه که اینشتاین کرده بود. اما سعی کنه نی نبوغ از زیر سعی کنه. سعی کنه نماز و پیشین دیگر شام خفتن، نماز صبح، نماز چاش، نماز دیگر، نماز شام، نماز خفتن، هیچی. خاله ترکایی حاجت از این است که، یعنی این معجزه است. خاله دو تا چشم، دو پرخانه بینی، یک دانام ناف، میشه پنج وقت نماز است، یا این پنج کل پنج وقت نماز. این خواهیش نیست که این استخوان این استخوان بازی این خواه استخوان نشده، بازی این پنج تا پنج وقت هم نماز. اما چونی آقا میفهمه که آل خوبترین چیز برای بازی دادن مردم اینمی است، این آل ای همی ماتماتیشن بودن یا چی ریاضیدان بودن خوده در بازی دادن مردم تیر میکنه. سعی کنین با یک کمه که دیگه از گپایش. دو دفعه صبح نیت میکنم، سه دفعه پیشین پنج، این دستم پنج کل داره. یک دیگر دو دفعه شام نیت میکنم، سه دفعه خوفتم پنج کل کی داره. پنج چهار کاسوب نماز بخونم در کد پیشین چهار ده ایدستم ها چهار ده بند استخان داره چهار سه دوازده شست ما دو چهار ده اشتاد نو لیتر کنه چهار صبح تا چهار گفته میشه اشتاد نو علاق بر در شانزار کد اول گفته میشه اشتاد نو علاق بر در شانزار کد دوم این به صبح یعنی نماز معمولی که ما شما بخونیم. اما بسیار جالبی است که در فرانسه من پرسان کرد یک مولای عیسوی که وقتی من رفتم در کنفرانس گفت تو صبح کردی به خاطر پیغمبر، من گفتم به خاطر پیغمبر من صبح نکردم، گفت به خاطر پیغمبر چون گفتم به خاطر خود کردم، گفتم دین بالاتر است ناموس مستک، دین بالاتر از ناموس، چون دین برای من ناموس معرفی کردن ناموس دینه. یک نابغه دیگه ما شما که توسط دنیا چی شده کشف شده و ای هم متوجه شده که والا اینمی اسلام خوبترین چیز است که ازی استفاده کنی، ای آقا به نام مغز متفکر دوم دنیا یا دومین مغز متفکر دنیا که گویا مغزای دیگه هیچ متفکر نیست، انسان خودش مغز متفکره، یعنی هیچی مانا که مغز متفکر. ولی به هر حال ای آقا مغز متفکر دوم دنیا است و ببینن که اینا چی میگن. یک موتر که پنج تر داشته باشه سرعت به مراتب زیادتر حرکت میکنه، اگه یک وسیله نقلیه داشته باشین که با یک تر حرکت میکنه معلوم دار سرعتش بدیست. میبینین چی یک مثاله که ای چی رقم مثاله، اگه یک موتر پنج تایر داشته باشه او به سرعت میره، اگه یک داشته باشه کمتر. اول خزمی که در یک مثال ساده لحوانه تر کس داده نمیتونه، شما تا حال کدام موتر پنج تایره دیدین یا کدام موتر یا موترسکل یک تایره؟ یک تیاد امو یک بایسکلک های چه یک تایره دارن که او را تنها در سرکس های چیزا چی میکنن، نه در شوها یک آدمک به سختی او را میدوانه. یعنی به این مانا که همین مثال بسیار یک مثال ساده لوحانه است، یعنی شایسته یک مغز متفکر دوم نیست. دیگه ای که از نقطه نظر فیزیک، حالا ما خواه یک فیزیس نیستم یا فیزیکدان، مگر ما از همین مکتب خود بیاد دارم که اگر تایر زیاد باشه استکاک زیاد است، هرچقدر تایر زیاد باشه
استکاک زیادتره، یعنی اگر شما یک وسیله داشته باشین که چهار تایر بره میتونه که به سرعت بهتر و به انرژی کمتر حرکت کنه نسبت به یک موتور که 8 تایر داره یا 10 تایر یا 20 تایر. به خاطر هرچه استکاک زیاد شده انرژی زیادتر میخواه. یعنی ای آقا فکر کنین چی میگه، ولی به هر حال این همی یک مغز متفکر دنیا است. یک تعداد در وطن ما بخصوص شاید تو فکر کنه که والا یک چیز خواهد است که میره مغز متفکر گفته چرا مره نمیگه، چرا اونه نمیگه. باور کنین که اگه می شبکه های استخباراتی بخواه که نمی شفی عیاره به نام شفی کاکولی مشهور بسازه، دمی دو ماه بعد شما یک 1000 عکس مرا کتج اینمو تو کاکولا میبینین، ویدیو های ما میبینین، اینمی شفی کل و نام شفی کاکولی مشهور میشه و اتو مشهور میشه که همی شما هم قبول میکنین که نی راستی بیچاره ناخیه متو میکده اصلا موی داشته نمیفامیده موی نمیمانده. خب به هر حال فکر کنین که در افغانستان یک نابغه خانه جور کردن، اینجا یک چهار نابغه بسیار مشهور در اینجا آوردن. یکیش اونمو آقای ریشکی بود که اول ماندم. ببینین که ای دموجه دمی اتاق خود زمیش صبح تا شام اینه میره تکرار میکنن. در افغانستان اول آلت که آمد 26 جوزاک است، 26 سرطان. در افغانستان اول آلت که آمد 26 جوزاک است، 26 سرطان. نابغه دوم که آقای صدیق افغان است در اینجا در اتاق دوم است، ای هر روز اینی گپ تکرار کده میره. اون اکادمی علوم افغانستان استم، من رئیس مرکز. یک لحظه برادر کلم بیزم تکه تکه بکنم. اون اکادمی علوم افغانستان استم، من رئیس مرکز. یک لحظه برادر کلم بیزم تکه تکه بکنم. متوجه باشن، در چه یاسوبه میخواین؟ متوجه باشن، شما کلم دویزده بستین. متوجه باشن، بکنم مرگه تلفون میکنین. متوجه باشن. نابغه سوم ما که افتخار مملکت ماست و مغز متفکر دوم دنیاست، در اگه اتاق دیگه از این صبح تا شام اینه میگه پس زدن میره. بچه خر، افغانستان هیچ وقت قرن 13 نبود. 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 باز در اتاق چهارمی یکمت یک آدم خوش‌شعری تنومند همت بروتا و همت مقبول شیشته بازو اینی گفت تکرار کده میره از صبح تا شام اینی گفت میزنه. ما کرکرانه به زور به خاطر یک پول به خاطر یک پیسه به خاطر دکتر صاحب رهبر خود کلان خود انتخاب نکردیم. بچه خر، افغانستان هیچ وقت قرن 13 نبود. ما کرکرانه به زور به خاطر یک پول به خاطر یک پیسه به خاطر دکتر صاحب رهبر خود کلان خود انتخاب نکردیم. بچه خر، افغانستان هیچ وقت قرن 13 نبود. بیاین تو فرض کنیم که در افغانستان مردم پشت رئیس جمهور میگردن و در اینجا یک خانم بسیار هوشیار در مملکت داریم که در انگلستان درس خوانده، مچون در کدام یونیورسیتی، چقدر نمره خوب داشته. در افغانستان هم ای بسیار یک آدم دلسوز و خیرخواه برای می مردم افغانستان میخواه یک رئیس جمهور بسیار خوب پیدا کنیم و این میگرده و میگرده ای دیادش میکنه ولی ما خواه یک نابغه خانه داریم. همیجا دروازه نابغه خانه واز میشه و این خانم اما تا با یک کالای جالب و با اما تا قدم های مطمئن و سنجیده شده اما تا رقم عسکرا وارد درو میشه و با همین موظفین از این نابغه خانه میگه که ما آمدیم اینجا که یک رئیس جمهور پیدا کنیم برای مملکت و واکلشان عجیب سعی میکنن که صاحب شما در نابغه خانه پیش رئیس جمهور آمدیم در بیرون نبود کس. نه نه، ما آمدیم که یک قافله سالار سیاسی و فکری پیدا کنیم. صاحب متعقل هستین که در این نابغه خانه او رو پیدا میتونیم؟ بله، در اینجا یک قافله سالاره که امی کشتی لرزان وطن ما را بعد از سی و چند سال جنگ بتانه که به ساحل خوشبختی بکشه. مستلزم یک سپه سالار فکری و سیاسی هست. مستلزم یک سپه سالار فکری و سیاسی هست. فکری و سیاسی، نه تنها سیاسی. این سپه سالار فکری و سیاسی
جوابگوی موجهای پرتلاتم 2014 یعنی 1393 بوده، باید با تحول و تداوم کشتی لرزان افغانستان را به ساحل خوشبختی و سعادت کشتی لرزان افغانستان را به ساحل خوشبختی و سعادت. خویی پاسبانا و موظفین چیزی گفتن نمیتونن. صاحب شما اینه که برین خوش کنین چهار نفر سر کدام میشه که میخواین. بازی خانم درو میشه و دو تای از این آقا را میبره که یکیش رئیس جمهورشه، یکی دیگه هم معاونش، و یا اینمی رقم گپ زدن میرن. بچه خر افغانستان هیچ وقت قرن 13 نبود. بچه خر افغانستان هیچ وقت قرن 13 نبود. ما کورکورانه به زور به خاطر یک پول به خاطر یک پیسه به خاطر دکتر صاحب رهبر خود کلان خود انتخاب نکردیم. بچه خر افغانستان هیچ وقت قرن 13 نبود. ما کورکورانه به زور به خاطر یک پول به خاطر یک پیسه به خاطر دکتر صاحب رهبر خود کلان خود انتخاب نکردیم. بچه خر افغانستان هیچ وقت قرن 13 نبود. خانم هوشیار وطنم، خانم فرخنده، ما در برنامه پیشتر خودم یکمه که در همین مورد برای شما گپ زدم، برنامه پیشترم کوشش کردم که از یک زاویه دیگه، از دید سیاسی همین مسئله را که شما مطرح کنم و ما شما را بسیار سپاس کردم. کل هفته همی صداقتمندی انسانی مرا ملامت کرد که شفیع عیار تو میتونی یک آدم سیاسی باشی اما اقدر سیاسی نمیتونی باشی. بنان بر ازی که همی وجدان خود کمک راحت کرده باشم، این دفعه صادقانه همی مسئله را که خودت مطرح میکنم. خانم فرخنده باشین، ما همی کلپ آقای قافل سالار سیاسی و فکری را که شما پشتش بودین و گفتین برای شما پوره بمانم. از من میفهم انتقال موجب چیست؟ انتقال از یک طرف یک خطر است، از طرف دیگه یک فرصت است. خطر ده چیز؟ خطر ده ایست که هر کس مثل روری استیوارد واره میگه افغانستان بانین که با قرن 13 بره. بچه خر افغانستان هیچ وقت قرن 13 نبود. بچه خر افغانستان هیچ وقت قرن 13 نبود. آیا شما مانا از امیر به درستی فهمیدین؟ ما یک دوست بسیار عزیز داشتم در زندان پل چرخی، اما بسیار مذاقی بود. بازم این نفرها که گپ میزد و معمولاً گپای چتی که میزدن بازمی دوست ما برش میگفت، میگفت که بهترین گپ چتی، یعنی شما بهترین یک گپ چتی زدین که شما اینمی نفر قافل سالار فکری و سیاسی گفتین. ما او هفته ای را یک تشریح کردم براتان، مگر دی هفته ما برای شما امی گپ تشریح میکنم که شما امی نفر را میتونین سپه سالار سیاسی و فکری بگوین یا نه. مانای امی گپ در میدیای افغانستان بسیار نبر آمد. اصلا نگه باعث از این که یک دو زده ببینین یک آدمی که رئیس جمهور میخواه شاید ببینین چی یک دو زده، و اکتیاد شما شاید فکر کنین که ما هم از امون خاطری را مانده ایم که ببینین که یک آدم به این سطح که رئیس جمهور میشه که پیشدی هم هست، پروفیسر هم هست، یک نویسنده را به خاطر از این که اون نویسنده یک طرز خاص دید داره او را خر میگه. بچه خر میگه، یعنی این کار خب بد است، باید این کار را نمیکرد. اما منظور ما این نیست، ولی ای گپ در میدیای افغانستان هیچ کلام نشد. اصلا نمی جورنالست های افغانستان که تعدادشان هم به هزارها میرسه، ما باید برشان بگویم که یک جورنالست اگر کلیش ده ایسته کنی شش سیش باید پر از سوالیه باشه. یعنی یک جورنالست هر چیز را که میبینه ده سوال در پیش رویش باید بمانه. باز چهار سه دیگهش که مانده، یک سهش بر عزیز که از او یک نتیجه گیری کنه، سه دیگهش بر عزیز که او را به یک طریق مناسب در یک زمان و مکان خاص با یک ترتیب درست بیرون بته. ای گپه که آقای اشرف غنی زد در میدیا امی دو زدن ازی بیرو برآمد، اما هیچ کس متوجه نشد که مهم دو زدن نبود. رول استیوارد یک نویسنده است که میگه افغانستان باید ببریم در قرن 13 امو جبانه میشه. بر افغانستان امو بهتره که هیچ پیشرفته نشه بانش در قرن 13.
رئیس جمهور مملکت یا کسی که میخوای رئیس جمهور شه و در 12 سال گذشته هم رئیس جمهور پشت پرده بوده، باور کنین از کرزی کده یک نفر مهم بوده عملا. ایوازه که در او قار شه که تو چطور مملکت مرا در قرن 13 میبری، یعنی تقریبا 700 سال پشت سر میبری. ای برش چی میگه؟ میگه بچه خر افغانستان در قرن 13 هیچ وقت نبود، یعنی به این مانا که در قرن 12 بود، در قرن 11 بود، یعنی افغانستان ما اق عقب مانده است که در قرن 13 هم نرسیده. بچه خر افغانستان هیچ وقت در قرن 13 نبود. بچه خر افغانستان هیچ وقت در قرن 13 نبود. و ای در میدیای افغانستان هیچ انعکاس نیافت که اگر خودت میخوایی رئیس جمهور از این مملکت باشی و فکر میکنی که افغانستان در قرن 12 است، خود تو که زیاد زور بزنی در قرن 13 میاریش. یعنی همون چیزی که رول استیوارد میگه، همون کار میشه، همون جا میرسانیش دیگه. از او که در پیش خود تو هفت قرن خود نمیتونی را بدوانی. اینال یک نفره که اق عقب مانده، چطور شما میتونین که را سپه سالار فکری و سیاسی بگوین؟ خانم فرخنده، یکی اینا چقدر برالای همی خود اسماعیلی بودن هستن، یکی با چقدر برالای ازاره است، یکی چقدر نجات پرست است، و چطور شما میتونین که خودتان یا کسایی که تد فالوور شما است و شما رهبرشان هستین، یا چطور میتونن قتل عام شه با اشتباه شما؟ او کاملا یک مسئله علایده است. او در برنامه های قبلی میبینین که همی آقا که رفیق نزدیک اسماعیلیونه، یا چی نظر در مورد بامیان دارن، یا پاکستان چطور میخواید که بدخشان هم یاله تکه تکه کنه که شما در اوجه یک تیاد کسایی دارین که به امی مذهب است یا در شمال افغانستان. یعنی اون مسئله را ما بیخی وست میمانم. پنال برای ما خانم فرخنده میره یک تشریح کو. ما تا حال سر ده ها نفر برنامه کشیم، اما یک نفر نشد که بیا بگوی شفیع یار تو دمی سر هر کس گپ میزنی باش که اینا ما همی تو را خاموش کنم. اینا یک کلپ، دو کلپ، سه کلپ، اینی نظرم، اینی رقم فکر میکنم، اینی به اینی رقم ما اینی کار کردیم. خب بیا امیر یک تشریح کو که چطور این امی نفر میتونه قافله سالار فکری و سیاسی باشه، و خودت از این برای خود، برای فامیلت، برای کسایی که شما را تعقیب میکنه و شما را برشان هستین، از جه چی میوردارین؟ خانم فرخنده، امی آدم ها که هستن مثل یک مملکت هستن. هر آدم یک مملکت هست. هر مملکت برای خود یک تاریخ داره، یعنی هر نفر در وجود مملکت خود یک تاریخ داره، یک تاریخی که شخصا میتونه با وجدان و با شرف باشه، آزادی داشته باشه، قوه اقتصاد خوب داشته باشه، تفکر سیاسی و آزادی فکری داشته باشه. یعنی میتونه به یک مملکت شخص خود تبدیل کنه که قابل احترام باشه، و هم میتونه به یک مملکت بسازه خود که هیچ چیزش قابل احترام نباشه. خودت من حیث یک دختر با دانش باور کو تاریخ مملکت شخصی خود بسیار با ای گفت لطمه زدی. امی امریکا ها اگف داره، میگه ای کار را کدی تا آخر زندگی تو را هند میکنه یا شکار میکنه. ما شما نمیگیم که ای گپ زشت تو را شکار خواد کرد، میگیم بلای جانت خواد شد. یعنی هر وقتی که خودت قدم ورداری که یک کار بسیار مهم در سطح مملکت انجام بدی، ای وچت در پیش رویت مفته. بسیار یک کار نادرست انجام دادی. یعنی خانم فرخنده، شما تو فکر نکنین که اگر امی گپ قافل سالار فکری و سیاسی را برای اشرف غنی نمیزدین، بر دکتر عبدالله میزدین، ما میگفتیم وا وا خوبش. نه، اونموق غلط می بود که برای اشرف غنی غلط بود، اونموق غلط می بود که برای هر کاندیدی که در ایجه هست میگفتین، اونموق اشتباه می بود. یعنی در ایجه من یک قافل سالار فکری و سیاسی نمی بینم. حتی در سطح مملکت ما شاید ما بسیار کم داشته باشیم، چون از نقطه نظر هوشیاری و فهم شاید باشه، اما از نقطه نظر از اینکه سپه سالار و قافله سالار باشه نیست. سپه سالار مانایش ایست که پیش روی استادی، دیگرها را رهبری میکنی. اینا را شاید یک تعداد آدمای هوشیار باشه که در گمنامی زندگی میکنه، اونا را قافله سالار یا سپه سالار گفته نمیتونیم. از این خاطر ما در سطح مملکت هم امت یک گنجینه نداریم. اما خانم فرخنده، برای از اینکه شما را یکمک دیگه معلومات بتم، و اتحاد هموطنهای ما که امروز در پشت اشرف غنی استاد هستن معلومات بتم،
ما یک سند بسیار بزرگ تاریخی امروز برای شما میخوانم. شما یک دو سه هفته پیش دیدین ما یک برنامه داشتم به نام بزرگترین دزدی، باز اشرف غنی و شفیع عیار. یعنی اگر نشته کنین به انگلیسی، به الفابت انگلیسی، بزرگترین دزدی شفیع عیار امون میایه. در اوجه ما یک سند خواندم از فاینانشل تایمز در سال 2003 در ماه آگست، فکر کنم 19 آگست نوشته شده بود که جناب اشرف غنی با شاهد جاوید برکی که قبلا وزیر اقتصاد پاکستان بود و در سال 2001 در بانک جهانی معاون بود، با آقای اشرف غنی که از توسط آقای قریشی پاکستانی فکر میکنم و امی پاکستانی ها در بانک جهانی در وقت آورده شده بود، اردوی از یاره و آقای چیز جاوید برکی نشته کده بود، این مقاله از او بود، درش نشته کده بود که ما و اشرف غنی را فقط دو سه روز بعد از 9/11 یا می حادثه که در امریکا شد، حادثه تروریستی، ما را اعضای بانک خواستن و گفتن چی گپ از افغانستان، چرا اید شد؟ باز ما اردوی ما بدونه که قبلا با کتی یکی دیگه گپ زده باشیم، اردوی ما عین گپ زدیم، گفتیم بیادر این مناطقی که طالبا است مناطق بسیار غریب است، پشتونای دو طرف سرحد است یا بسیار بی بضاعت هستند، بنان اگر شما پیسه بتین که ما مکتب و شفاخانه جور کنیم و نان او برازیا بتین، طالبا از بین میره. در حالی که غلط بود، شما مناطق هزارنشین افغانستان سعی کنین، بدخشان سعی کنین، با مراتب غریب تر بود، یعنی غربت باعث ایجاد تروریسم در افغانستان نشده بود، بلکه منافع تریاک پاکستان باعث ایجاد طالبا شده بود. طالبا و القاعده چیز دیگه نبودن جز مدافعین مزارع تریاک آیسای، ولی به هر حال امی بانک قناعت دادن و در حدود 4 بیلیون دلار نظر به مقاله گرفته شد. ما از آقای اشرف غنی پرسان کردم که آیا شما از این پیسه چه قشه گرفتین؟ تا امروز 3-4 هفته شد تیر شد اینا جواب ندادن. این پیسه ها گم شد. برای چی به نام پشتون گرفته شد؟ پشتون دو طرف سرحد، به خاطر از این که یک رای گریز پیدا شد که پیسه وقتی که در منطقه پشتون نشین رفت، اگه ایسون سرحد گفتن مصرف کردی میگی ده اوسون، اگه ده اوسو گفتن میگی ده ایسو، کی گرفتش هیچ معلوم نیست. آقای اشرف غنی دفتن میره افغانستان وزیر مالیه میشه بعد از اینکه پیسا در رای آمدنه، بعد از او دبون میره مبالغ انگفت دیگه در حدود 8.5 بیلیون، بیلیون یعنی میلیارد، یعنی 1000 میلیون 1 بیلیون میشه، 8500 میلیون دلار دیگه از اوجه گرفتن، یعنی 8.5 بیلیون یا میلیارد گرفتن. کلی پیسا گم شد و ما در کلپا ماندم که آقای اشرف غنی گفت والا باز ما وزارت خارجه را اعلام کردم، باز کل پیسا گم شد. اینال در یک اخبار پاکستان به نام دان، که یک روزنامه انگلیسی زبان پاکستان است که توسط محمد علی جناح در سال 1941 اساس گذاشته شده، یعنی پیش از اینکه حتی پاکستان به وجود بیاید دان وجود داشت، یعنی مهمترین روزنامه انگلیسی زبان پاکستانه. در فبروری سال 2009 شما میتونین گوگل کنین، در کمپیوترتان نشته کنین دان فبروری 2009، در اینجا یک مقاله میاید. این مقاله ما در کمپیوتر خود دارم. در این مقاله نوشته میشه، باشین که امیر ما بخوانم، اکسنت انگلیسی ما ببخشین. واشنگتن: The United States, besides involving the Pakistan and Afghanistan in the formulation of a new security strategy for their region, is also working on a major economic package for the two countries. برای کسایتان که قایده ما انگلیسی یاد ندارین، میگه امریکا در تبانی با پاکستان و افغانستان یک فرمیوتشن جور کرده که اینا را کمک اقتصادی کنه برای از این که یک استراتژی خوب مسئولیت داشته باشه، یعنی امی تروریسم از این مملکت پدشه، برای از این که پدشه باید یک اقتصاد خوب داشته. اونم این پلانه که در سال 2003 بود، پیسه بده که طالبا از بین بره مکتب میسازیم، مکتبا کلش از بین رفت، طالبا سه چند شد، وحشتشان در او وقت که چوب میزدن حال گردن هم میزنن که ساکر میکنن یا توبازی. Diplomatic sources told Don that recently Richard Holbrooke, the U.S. Special Envoy for Afghanistan and Pakistan, invited about a dozen economists
from the two countries discussing various proposals for the economic uplift of the impoverished region. میگه امی ریچارد هالبرو که نماینده امریکاست ای یک دزن یعنی در حدود ده دوازده نفر اقتصاددانای پاکستانی را دعوت کرد در سر از امی پکیج بر افغانستان و پاکستان گپ بزنن. با زینال نظر به این نشته شده میگه در اینجا امی فایننس منستر سابق کمو آقای شاهد برکیست که امرای آقای اشرف غنی در بانک جانی کار میکردن و در 2003 اینا گرفتن 4 بیلیون دلار و چندین بیلیون دلار دیگر هم و کلش قرار گفته خود از اینا نیست شد. اینال در اینجا نشته شده میگه امیش فایننس منستر پاکستان آقای برکی 60 بیلیون دلار از امریکا خواست، گفت برای ازی که ما طالبانیزم یا می توریزم از بین ببریم ما یک اقتصاد خوب کار داریم، اقتصاد خوب یک پیسه خوب کار داره، ما 60 بیلیون دلار از شما می خواهیم. اینال باز جالب چیز که میگه از 60 بیلیون 30 بیلیون یعنی بیلیون میلیارد است، 30 بیلیون یعنی 30,000 میلیون است. میگه 30,000 میلیونش امریکا بده، 30,000 میلیونش هم پاکستان. اما خنداور رئیس که میگه چون پاکستان پیسه همیال نداره شما همو 30 میلیارد یا بیلیون تا نبتین باز ما هم هر وقت که خدا داد باز ما هم کمک میکنیم مملکت خدا. اینال باز داخل از چی میگه؟ میگه امی عین پیشنهاد آقای اشرف غنی که سابق فایننس منستر یا وزیر اقتصاد افغانستان بود یام گفته بسیار خوب است، چون امی پشتونای دو طرف سرحد بسیار غریب هستن و برای ازی که ما اینا را از نقطه نظر اقتصادی یک کمک بکنیم پیسه بسیار ضروره. بازی پیسه به نام چی گرفته میشه؟ به نام پشتون دسون سرحد. چرا به نام پشتون دسون سرحد؟ یک مقدارش یک 3-400 میلیون دلارش خماندار دوزی میشه بین امی کلانایی که در دوزی سمه داشته باشنه. دفعه سابق امی کسایی که در بانک اقتصادی افغانستان کار میکرد اکثر از یا با شمول وزیر فایننس افغانستان در دوزی سه داشته و اگر ببینین امی فایننس منسترهایی که در افغانستان آمده اکثریتش با روابط خوب آیسای آمده. اینال او دفعه اشرف غنی را وقتی که پیسه را گرفتن دیستی وزیر اقتصاد جور کردن. ای دفعه ای پیسه کلانتره، ای دفعه ضرور است که امی آقا در ایج رئیس جمهور باشد تا که پیسه آسانتر یک وزیر اقتصاد هم یا فایننس منستر هم انتخاب میکنه کل از یا یک جایی کار میکنه پیسه عزیز سون سرد تیر میشه در او سون سرد به نام پشتون پشتون بازی. اگر مردم دیگه انتقاد کرد در دانش میزنن که تو تاجک هستی، تو هزاره هستی، تو ازبک، اگر پشتون خودش انتقاد کرد میگه تو خائن هستی، طرفدار تاجک هستی، چی شد؟ هیچ کس باید گپ نزنه، پیسه ها گم میشه. خانم فرخنده شما این چیزا رو میفهمین؟ حالا آقای دوستم خود ما گفتن نمیتونم که چیزا رو میفهمی یا نه. خب برای آقای دوستم یک 50 میلیون دلار یا 20 میلیون که دمی جیبش ماندن والا هر چیزی که بگوین میکنن. به خاطر امی آقای دوستم این نیست که خدا ناکنه ما به یادم توهین بکنم به هیچ وجه، اما در تمام زندگی یک آدمی که زاده جنگ است مثل یک هموطن بیچاره دیگه ما تنها توانمندیش توانمندی نظامی بود. اینال از این میتونه مردم سوء استفاده کنه بازیش بتن، اما خودت چی منعیس یک آدم فامیده مملکت همین چیزا رو میفهمی؟ همین برنامه مربی بی خانم فرخنده خدا ناکده تو توجیه نشه که گوی البته ما بر علیه اسماعیلی هستم به هیچ وجه نه. ما تا در برنامه خود گفتم که از نقطه نظر تاریخی اسماعیلی ها مردم مترقی تر بودن اگر تاریخ اسلام ببینین و امروز هم در افغانستان اسماعیلی ها مردم با اتفاق تر هستن. میال از نقطه نظر اقتصادی اسماعیلی ها یکی دیگر را کمک میکنن، یکی دیگر را اسپانسر میشن، هزارها اسماعیلی را اسماعیلی هایی که در این مملکت ها بود پیسه یک جای کردن خواستن و آفرینشان. یعنی خدا ناکده یک خاش نظر خراب ما با شما با پدر گرامیتان به اسماعیلی های افغانستان و به هیچ کس ندارم. او ما در اینجا خدا ناکده احساساتی و قار به این نشدیم که شما یک کس را انتخاب کردین یا بر از او رای میتین، این کاملا حق شماست. مگر تنها یک چیز را که ما میخواییم بگویم که امی القاب را که یاد کردین باور کنین
بسیار اشتباه بود و ای را برتان بگویم که در دراز مدت برابر دیگرهای ما یعنی کل ملت ما توان میتیم با انتخاب اشرف غنی و ای را برتان بگویم که غیر از اینکه اگه این می کاندیدا کلش یک جای شه برای علی اشرف غنی دیگه اشرف غنی میبره به خاطر از اینکه او سن سرت برای اشرف غنی پیسه رایی میشه برای اشرف غنی رای رایی میشه 4 5 سال پیش 4 5 سال پیش نمی اشرف غنی 3% رای برده بود امروز چطور میتونه که اینقدر رای ببره آقای اشرف غنی میگه والا اوضاع تغییر کرده هیچ اوضاع تغییر نکرده هیچ چیزی که به نفع شما باشه دیگه وجود نداره یعنی اگه میخواین من میره شخصا دیبیت کتان میکنم هیچ چیزی به نفع شما امسال وجود نداره جز از اینکه پاکستان میفهمه که با آمدن شما اون 60 میلیون دلار امکان داره با آمدن شما شاید دیگه کمک ها گرفته شه با آمدن شما ارتش افغانستان حق صلاح بهتر نمی داشته باشه با آمدن شما سرداد ما را میتونن بگیرن و چنانچه در دوره شما آمدن گوشت را گرفتن از شما تلویزیون طلوع پرسان کرد که چطور یا میاین میگیرن 50 کیلومتر با شما گفتین والا ما قوار جای به جای کردیم 20 کیلومتر دورتر ای بله اما یا 50 کیلومتر درو شدن در 50 کیلومتر هم ندارن اینال اینمی کارهایی را که آقای اشرف غنی کرده شایسته پشتیبانی یک افغان نیست شما میبینین که اقتدار چپیا پرچمی خلقی شعله غیره غیره به نام از اینکه والا یک آدم چیست تحصیل کرده است والا یک اخوانی نیست یک ملا نیست پشت سر از ایستاده است باور کنین یک اشتباه میکنین و خصوص اگر کس فکر میکنه که آیسای دشمن مملکت ماست و وجدانتان فکر براتان امر میکنه که برای آیسای کمک نکو باور کنین که اینمه علی اشرف غنی اینمه داکیمنت یعنی 60 بیلیون دلار چندین بیلیونش او روز گفتم برین دانه ببینین اینمه اشرف غنی را یک خبرنگار یک ژورنالیست چیزا را پرسان نمیکنه هیچ کس در سر از این کار نکرده آمدن که بیامی دکتر عبدالله را بعد بگو دکتر عبدالله را بعد بگو نادر نعیم را بعد بگو آقای شیرزه را بعد بگو ایرا بعد بگو چرا حال واخوی قدر بلند نیست وا فروختام نمیتونن ولا کمی خود شور بتن مردم میگن نه تو ولا حتمی برکت های سای رابطه داری اما ای در 5 سال ولا که شناختام میشد این برنامه شفیع عیار برای شما این معلومات ها را داد و هیچ کدامش از روی عقده نیست یک دیبیت بود یا مناظره بود بین 4 نفر که در ریاست جمهوری است که آقای دکتر عبدالله بود آقای کرزی بود آقای ظلمی رسول بود و آقای چی بود اشرف غنی در این دیبیت یک سوال از آقای دکتر عبدالله شد گفت برادر راجع به صلح چی میگی؟ ببینیم که چی میگه در این چکه نیست که وقتی از صلح صحبت میکنیم اکثریت مطلق مردم افغانستان خواستار تأمین صلح هستند صلح عادلانه با عزت با پایدار که در روح حقوق همه شهروندا زن و مرد مسئول باشه صلح در کجای دنیا با عذر و زاری و تضرع به دست آمده صلح تو از ملتت نمایندگی برحق میکنی نمایندگی مشروع میکنی دروازه صلح باز میگذاری و در عین زمان تو باید با همه قوت آماده دفاع از مردمت باشی به همین دلیل تو رأی گرفتی از مردم طرف عذر و زاری و تضرع و سردرگمی راه گم شدن وجود داشته طرفی که از حق مردم دفاع شوه این وجود نداشته و شما هم که پیشترم که یادآوری شد که دو طرف می باشه کجاستی دو طرف عالم کشته میشه زن کشته میشه معلم کشته میشه عضو شورای عالی صلح کشته میشه همه مورد هدف قرار میگیره و از اینا دولت دفاع نمیکنه رئیس جمهور در امور روز صدها نفر بیگناه کشته میشه قاتلی نشانه برادر میخوانه این ما را به صلح نزدیک نکرده قاتلین مردم متحورتر ساخته و امروز اونا دست به دوام کشتار در بین مردم میزنن و ما قطعی گپ دکتر عبدالله کاملا موافق هستم صلح دو طرف داره آقای دکتر عبدالله میگه حکومت ما هم بر طالب کار میکرده عذر زاری که بیا صلح کنیم اما طرفی که از مردم دفاع کنه وجود نداشت حکومت ما عوض که از مردم دفاع کنه صلح به نفع مردم انجام بده رفته بود در پایبوسی طالبا مصروف شده بود و ای زاری طرف زاری و عذر بود اما طرفی که استحکام داشته باشه قدرت و دبدبه داشته باشه و بره و طالب مجبور بسازه از خود یک ستون فقرات داشته باشه وجود نداشت
و این کاملا درست است. امی این سوال از امی سپه سالار فکری و سیاسی میشه سعی کنین. که دکتر سپه شفقانی احمدزاده همشون رو میگیریم. بفرمایید. ماحول تغییر کرد. آقای اشرفغنی میگه ماحول تغییر کرده. ماحول تغییر کرده؟ باز میگه ماحول بین المللی تغییر کرده؟ ماحول ملی و ماحول منطقوی. حالا برحال میگه ماحول بین المللی تغییر کرده چطور؟ ببینین که چی میگه. در ماحول گذشته سه بود ملی، منطقوی و بین المللی ضد صلح بود. میگه دنیا بر علی صلح بود، امروز بر علی صلح نیست. کاملا اشتباه، کاملا دروغ آقای اشرفغنی. ببینین اینی آقا معاون وزارت دفاع افغانستان از سال 2001 تا 2005 بود، به انگلیسی چی میگه؟ Was a serious effort to persuade the Taliban you do not want to go down with Al-Qaeda. If you'll hand these guys over, our war isn't with you. میگه ما به طالبا پیغام گفتیم که او بیدر خود کتمی القاعده یک جای نکنین، ما جنگ کت القاعده داریم، ما کت شما جنگ نداریم. اما یا گفتن نه ما کت القاعده یک جای استیم و اسامه را برای کس نمیتیم. یعنی چی شد؟ از روز اولین امریکا و نیتو کت طالب میخواست صلح کنه، طالب به دستور آیسای میگفت نه صلح نیست، ما و اسامه یک جای استیم، برادر ماست. ببینین ای کلپ دیگره که ای وزیر خارجه امریکا در اون وقت بود، کولن پاول، یک جنرال فورستار امریکاست یا چهار ستارش. ببینین که چی میگه. There were suggestions, some say that you were saying that earlier in the week that perhaps so-called moderate elements of the Taliban could be part of some new regime that could replace the current Taliban regime. Are there moderate elements of the Taliban? I'm not sure that's quite what I said, but I'd have to check my transcript. I was with President Musharraf of Pakistan, who did talk about moderate elements of the Taliban. My position and the United States position is rather clear. There is no place for any element of current Taliban leadership in a new Afghanistan. But at the same time, there are many people within the Taliban movement who have not been in the leadership position, who have not been active, and who may well want to become part of a new Afghanistan. میگه ولال مردم خسته شده دیگه از جنگ، میخواین که اگر بر صلح شه. او اشرف غنی، مردم ما آل از جنگ خسته نشده، 30 چند سال است که خسته شده. با استفاده از اینمی تشنگی ما بر صلح بود که در سال 96 طالبا را در افغانستان آوردن. همی شعار طالبا چی بود؟ صلح، از بین بردن قماندانای ظالم. همی آقای شاه، محمد زاهد شاه همی گپ نزد، یوسف خان صدر اعظم سابق همی گپ نزد، امی هموطنای پشتون ما که دیپلمات بود، هموطنای قنداری ما که اینا هیچ وقت پاکستان با چشم خوب نمیدن. بالاخره در امی جا این پدر آقای کرزی قناعت داد کلشانه که امی طالبا میایه، صلح در افغانستان میایه، جناب شام میشه رئیس جمهور یا زعیم ملی. به اساس از امو چقدر مردم قبول کرد؟ امی پنشیری هم قبول کرد، گمش که امی جنگ خلاش خیر مسعود نباشه بسیار خوب، مسعود پس میره پنشیر. بین امی شما صلح بیارین. طالبا وقتی که آمد صلح از بین رفت، جنگ شروع شد و تسخیر و اشغال مملکت ما. یعنی با استفاده از اینمی تشنگی ما بر صلح، جنگ یاسر ما تعمیل کردن، مملکت ما را گرفتن. یعنی آل که خودت میگی که مردم خسته شده، مردم از آل خسته نشده، از 30 سال خسته شده. اما به این گپ صلح نمیشه، ما پای طالب هم ماچ میکنیم که بیا بیدر صلح کو. طالب کس نمیمانه که صلح کنه، طالب حق صلح را نداره. بنان این گپ که ما حول منطقوی یا ملی تغییر کرده غلطه. این مثل از ایست که طالب ها 12 سال 20 سال 30 سال است که زده میرن و همین نوکرهای های سایت. خب مردم خسته میشه. مثل ایست که یک آقا هر روز صبح میاد دروازه یک کس را تق میکنه، میگه بیادر ما امو خانمت را میخواییم عروسی کنم. این روز اول جنگ میکنه، روز دیگه. یک 10 سال که تیر شد فکر میکنی که این نفر بالاخره میگه والا گمش که بیادر خسته شدیم، بیا امی زن ما را تو عروسی کو. ای خب ممکن نیست که ما مملکت خدا بر طالب بتیم که بیا بگی از شما باشه به خاطر ازی که ما خسته شدیم. ما خسته به مرگ خسته شدیم. اما آیا رای آرامی مردم و مملکت ما چی است؟
یک صلح منصفانه است. یک صلحی که با طالب به این رقمی که وا شرایط داره، ما مانایش تسلیم میشیم و طالبا دستای خود بسته میکنیم میتیم. ببینین به یک کلپ دیگه از تلویزیون طلوع که دم یک شش هفت ما پیش با یمی آقا مصاحبه داشت. اون که این مسئله صلح را که مطمئنا هیچ کس مخالف این روند نیست و همه کس میخواین که یک افغانستان با ثبات وجود داشته باشه، حرف در اینجا هست این پرداختن قیمت در برابرش یک چیزی باید به دست بیاریم. یعنی به این معنا زمانی که رئیس جمهور افغانستان هر از چندگاه این مخالفین ده که پیشتر از این شما اشاره کرده بودین که تا هنوز ما تفکیک نکردیم بین دوست و دشمن، برادر خطاب میکنه و از او جهت هم با میلی تفنگ جواب داده میشه، چگونه میشه امیدوار بود نسبت به یک روندی که به نام گفتگوهای صلح ادامه داره؟ باز ببینین که چی میگه. من تمام پیمانهای صلح را در دنیا که بین سال 1990 و 2004 به وجود آمد بررسی کردیم، تحلیل کردیم. هیچ کدام از این بدون از این که دو طرف با موافقه برسن که مشکل از رای زور حل نمیشه نتیجه نرسید. میگه والا ما تمام امی قراردادهای صلح را که بین فلان سال و فلان سال شده تمامش را مطالعه کردیم تا که هر دو طرف راضی به صلح نشده ایش صلح نشده. خوینده اینه میجه همو گفه ما راضی شدیم و سال در 30 سال راضی بودیم، دست و پایم بوسیدیم که صلح کنیم و راضی نشدن و بایس سرقماندان عالی قوای مسلح ما از قوای مسلح دفاع خود کرد. میگم ما از ارتش افغانستان دفاع میکنم. دفاع نمیتونی؟ چطور دفاع میکنی؟ خودت فکر میکنی که ارتش افغانستان یک ارتش خائن است؟ امی کسایی را که دزگیر میکنه قصدی دزگیر میکنه به خاطر که پشتونه. سعی کنی این مصاحبه را 98% حداقل کسایی که در بگرام بندی بودن گوینده یک زبان است. این متعادل است یعنی؟ چند فیصد عملات شبانه متمرکز سر خانه‌های گویندگان یک زبان بود؟ این جهت منفی قضیه. میگه 98% کسایی که در زندان بگرام است یا پشتون است. چرا این کار شده؟ این خو غیر منصفانه است. و در خانه‌های مردمی که عملیات شبانه میشه اکثرش پشتونه. خو اکثر کسایی که در جنگ هاست پشتونه. اینال خودت از ارتش افغانستان چی میخوایی؟ برش غیر مستقیم میفهمونی که در خانه پشتونه رو برو از آره را دیزگیر کن، برو تاجک، برو ازبک، آلوا خوی کار نمیکنه، او را چطور دیزگیر کنه؟ یعنی اینال خودت با ارتش یک مخالفت داری؟ فکر میکنی که اگر ارتش خائن است بنان از این دفاع نمیتونی؟ در عوض تمام کسایی را که به قیمت جان چندین نفر تمام میشه هر کدامش که دیزگیر میشه خودت در پشت پرده آقای کرزی در پیشوی پرده دوباره ایلایشان میکنه. و ببینین دینمی جریانه که اینمی دیبیت یا مناظره است جریان قطع میشه یا داخل از این یک خبر میمانه تلویزیون آریانا که همی مناظره در موج است. گوش کنین. با عرض سلام، با فشردهی خبرهای ساعت 11 پیش از چاشت از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. 65 زندانی بگرام از زندان آزاد شدند. نعمت الله خاکی سخنگوی زندان بگرام با اسوشیتد پرس گفته است که 65 زندانی بگرام صبح امروز آزاد شدند. این زندانیان در حال آزاد می شوند که پیش از این مقام های امریکایی از رهایی آنان ابراز نگرانی کرده بودند. مقام های امریکایی این زندانیان را خطرناک خوانده بودند. پیش از این رئیس جمهور کرزی امر رهایی این 65 زندانی را داده بود. می بینین؟ میگه 65 زندانی دیگه از بگرام خلاص، یعنی کلش امو تاپ نفرها، بلندترین نفرای طالب. خود تو در اوس قاتل ارتش اعلام میکنی، در ایسو میگی ما من ایس سرقماندان از اینا دفاع میکنم. نمیتونی. باز ببینین به ایگه پدگیش. مگر دوم خبر تراسو یواز طالبانی رویه باید رد نسی، تنظیمی فکر باید پردو کل منزل آرسی. اردو باید مسلکی سی، اردو باید اسلامی سی او ملی سی. اردو باید اسلامیسی او ملیسی. اردو باید اسلامیسی او ملیسی. میگم من ارتش مسلکی و ملی و اسلامی میسازم. ارتش ملی نمیتونی بسازی. تا زمانی که پیسه عسکرت خودت نداشته باشی ارتش ملی نمیشه. برای مملکت ما، برای عسکر ما، ماش از کجا می اسیایمه؟ ماش خودت از کجا می اسیایمه؟ ماش جنرال ها از کجا می اسیایمه؟ چطور ملی میسازیش؟ امریکا اینم امروز که پیسه رو بس کنه عسکر می از یخن تا میگیره، از یخن کرزی هم میکشه تانه. بناهن ارتش ملی نمیشه تا اقتصاد ملی نسازی، تا اقتصاد سالم نسازی.
اینالی خانم فرخنده که میگه که خودت یک نفر با استقلال سیاسی و فکریستی نیستی، نمیتونی باشی. باز آقای اشرف غنی یک گپ دیگه میزنی، باش که میره دوباره بانم. اردو باید اسلامیسی او ملیسی، اردو باید اسلامیسی او ملیسی. میگه ارتش اسلامی میسازم. اسلامی چطور میسازی؟ سعی کنین به این کلپ. خدا، وطن، وظیفه. ما به اساس اینمی سه گپ ما گام برداشتیم، دریشی پوشیدیم، سلا برداشتیم که فقط ما بنده خداستیم، به خاطر وطنمان، به خاطر حریم مقدسمان دفاع میکنیم، جنگ میکنیم و آخرین نتیجه شمیست یا زنده بدر میم یا جام شهادت مینوشیم. ببینین این سربازای جوانه که سر به کف گرفتن، در بدل $300 میرن و در خط اول میجنگن. میگه خدا، وطن، وظیفه. یعنی میگه ما میجنگیم بر آزادی مملکت ما، اگر کشته شدیم شهید میشیم، اگر زنده ماندیم مملکت خود نجات میدیم. تو دیگه کجای زیر اسلامی جور میکنی؟ یک نفری که استاد شده به نام خداوند و جام شهادت میخواه بنوشه با مملکت، چطوری را اسلامی میسازی؟ خالگر اسلامی میسازی آقای اشرف غنی؟ همی اگب دیمتان شما همی عج رفتین در این وقتا خدا عالم دین هم میگیری میگی که ما اسلام خواندیم. همه قد نمیفهمی که در قرآن پاک آیت است راجع به قبله که در وقت عبادت هر وقتی که شما از مکه بیرون میشین باید رویتان به طرف کعبه در بتین، یعنی جریان عبادت و می خاطر است که ما نماز به طرف کعبه میخوانیم، به طرف مکه. اینال خودت وقتی که حج میکنی در جریان عبادت هستی، نمیتونی پشت طرف کعبه دور بتی و خودت رفتی یک عکس ترکایی پشت طرف کعبه. ای بر علیه آیات قرآن پاک. یعنی ما یک مولای مادرن هستم، یک مولای پیشرفته هستم. من نمیگم که عکس نمیگرفتی گناه داره، نه، عکس میتونستی بگیری، اما اینی کاره که کردی ای کاملا ضد اسلام است که تو پشت به طرف کعبه گشتاندی. با سایکو آقای اشرف غنی گیره. خانمشان ایسوی، اولادایشان ایسوی، کت پریست هم که دست داده مترکایی. حالا آقا اشرف غنی، اگر خودت واقعا امی ارتش ما را که امروز ساد شده و جام شهادت می نوشه و تا میگی که من از این دفاع میکنم، آمدی تومت میکنی که اسلامی نیست، من یار اسلامی جور میکنم. خاله برو امی فامیل خود اسلامی جور کو، امی خود اسلامی جور کو. حداقل اسلامی چطور دیگر را جور میکنی؟ یک ارتش های تو، یک قهرمان ارتش تو گرفتی که من اسلامی جور میکنم. یعنی من منظورم بازم آقای اشرف غنی از خانم شما در اینجا نیست. ما به خانمتان احترام دارم، به اولادتان احترام دارم، یعنی ایره ما بر از این نمیگم و امیدوار استم که مردم افغانستان به هیچ وجه شما را در این مسئله نگیره. اگه بگیرن ما بر علیش استدلال میکنم، یک کار خراب میباشه. اما حال خوب خو ارتش که اسلامی میسازی، کسایی که مسلمان ارتش که اسلامی است مسلمان میسازی، حال خود اگر خودم اسلامی بساز و بیادرم این فامیلت هم اسلامی بساز. باسای کنه نیره و قیمت جنگ امروز اولاد غریب پرداخته. کجاست اولادای شخصیت های برجسته افغانستان که در صف اول قرار دارن؟ میگه این جنگ که بر علی طالبان میشه در صف اول اولاد غریب میجنگه. کجاست اولاد معتبر؟ والله ات یه گپ مقبول زدی. ده یه گپت ما بسیار موافق هستم. آقا اشرف غنی می دست تماش میکنم و میگم راستی می اولادای معتبر کجاست؟ ما برات نشان میتم این یک اولاد معتبره. اینی بچه ها کسی کنین؟ ای طارق غنی است، طارق غنی احمدزی، بچه جوان شما که امروز باید در این مملکت بیا یکت طالبا برادرهای طالب خود ساله کنه. کجاست؟ کجاست که از این مملکت دفاع کنه؟ کجا هسته؟ این حال بچه خود نمیری که طالب سلک کنه، چرا که اگر ریش نماند دست طالب و ماش نکد شلاق میزنیش. زن خودم نمیری که در خط اول استاد شد به خاطر که طالب که دید که مسلمان نیست بندیش میکنه، شلاق میزنیش در این کوچه. چادر نمیپوشه، چادری نمیپوشه، شلاق خوری میشه. یعنی فامیل خود در یک جای دور نگاه کدی. برای مردم دیگه سلح، به نام سلح مردم ما را میگیری، در دست طالب میتی.
تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. عالم هر طرف غوغای عشق است، نموده باغ دل گلهای عشق است. چشم عاشقی بنگر جهان را، با چشم عاشقی بنگر جهان را، که گنج زندگی پیدا عشق است، که گنج زندگی پیدا